اومدیم سراغ درس بسیار مهم 7، بحث هنر و تاریخ. من همینجا از دانش آموزان عزیز خواهش میکنم به دقت به مطالب درس 7 توجه بکنن. درس 7 درسیه که از زمانی که اومده تو کتاب تقریبا هر سال سال کنکور داشته، یعنی این 7-8 سال اخیر، بنابراین بسیار درس مهمی است. در تشریحی هم البته همینجور هست، درس پر اهمیتی راجع به رابطه هنر و تاریخ، ولی مطالب خیلی قشنگ و ساده ای داره. من تو درس عرض کردم اهمیتش زیاده. بذارید بریم سراغ درس 7 و ببینیم چه مطالبی رو اینجا داریم. قدیمی ترین آثار هنری آثار نقاشی است. اول به شما بگم مثلا اثر هنری یکی جنبه‌های خیلی مهمش این هستش که میتونه اوضاع احوال زمان آفرینشش رو به ما نشون بده و به ما در واقع شرایط اجتماعی رو در اون دوران نشون بده. پس بنابراین اثر هنری در واقع دریچه چشم اون هنرمند و وضعیت جامعه و تأثیراتی که جامعه بر او گذاشته رو به ما نشون میده. قدیمی‌ترین آثار هنری آثار هنر نقاشی است که مربوط است به 20000 سال پیش. بنابراین هنر نقاشی قدیمی‌ترین هنر انسان هست. این آثار در دو تا غار پیدا شده، غار لاسکو در فرانسه و آلتاویرا در اسپانیا. نقوشی که در اینجا تصویر شده نقش شکار حیوانات هست به دست انسان. برای این بوده که احساس میکردن این یک حالت جادویی داره، یک قدرت جادویی به انسان میده که در واقعیت بتونه بهتر شکار انجام بده. حالا میبینیم در همه این به اصطلاح در واقع هنرهای قدیمی همین وضعیت هست، یعنی یک جنبه آیینی در تمام اینها وجود داره. خب البته بعدن سبک ها و استایل‌های مختلف پدید میاد در زمینه به اصطلاح نقاشی که حالا موضوع بحث ما نیست. ما نمیخوایم حالا به بحث به اصطلاح سبک و استایل نقاشی ها بپردازیم، ما میخوایم به مشخصات تاریخیشون یا استفاده تاریخیشون بپردازیم. اول از همه در زمینه تاریخ اجتماعی شما میتونید آداب و رسوم، طبقات اجتماعی، شیوه کاربرد و دکوراسیون به اصطلاح برها و تزیینات و مراسم مختلف سرگرمی و سوگواری و شادی به اصطلاح مردم رو از طریق نقاشی ببینید. همینطور میتونید تفکرات مذهبیشون در زمینه فرهنگ و تمدن، در میتونید تفکرات مذهبی، شیوه های معیشت، داد و ستد های به اصطلاح اقتصادی، مسائل تعلیم و تربیت، به خصوص تفکرات فلسفی و مذهبی رو ببینید. به عنوان نمونه در سفال های میان درود نقشایی که هستش دیدگاه های اساطیری اون دوران رو نشون میده. همینطور در تابلوهای مسیحی ها که در کلیساهای مختلف معمولا هستش، از جمله در خود کلیسای ایران هم بعضن هست، میتونید عقاید دینی مسیحیان رو پیدا بکنید راجع به روز جزا و مسائل مختلفی که در این زمینه هست. در زمینه تاریخ سیاسی یکی از مثالهای خیلی خوبی که زده که حالا بحث مثلا کنفرانس ها و مسائل مختلف هستش، یکی از مثالا تابلویی است که در سال سوم احتمالاً باید دیده باشه در تاریخ، اونم تصویر عباس میرزا و پاسکوویچ هست در مجلس مذاکرات اواخر جنگ به اصطلاح ایران روسیه. به همین ترتیب شما میتونید تاریخ نظامی رو هم ببینید، یعنی در واقع تاکتیک‌های جنگی، آرایش‌های نظامی، ادوات، لباس و تجهیزات سربازان و افسران، مثلا تابلوی جنگ ایران روسیه که در خود هم کتاب هم ما یه نمونه‌اش رو داریم. و در نهایت تاریخ هنر، یعنی تحولات تاریخ هنر هم میتونیم از این طریق ببینیم. اما شیوه دوم شیوه هنر دوم هنر مجسمه سازی و حجاری است. البته باید بهتون یادآوری بکنم که در دورانی که ما داریم صحبتشو میکنیم اون دوران بیشتر حجاری بوده، یعنی روی دیوارهای غارها و اینها حک میشده. خب اثر حجاری چه قدمتی داره؟ تقریبا همپای اثر نقاشی است، یعنی مربوط است به 20000 سال پیش. البته این در غارهای فرانسه پیدا شده، یعنی غار کاپلان، فوندوگوم و کومبار که در فرانسه واقع هستند. نقوشی که اینجا ما داریم در آثار مجسمه سازی و حجاری هم طبق معمول مثل همون نقاشی است، یعنی نقش شکار حیوانات هست، یا مثلا مجسمه ها رو درست میکرد بعد مثلا با نیزه به اینها میزدن، مجسمه کوچیک مثلا درست میکردن از حیوانات، فکر میکردن که این در شکار واقعی میتونه کمکشون بکنه. باز هم معتقد بودن یک نیروی جادویی داره که بهشون میتونه کمک بکنه. از جهت تاریخی ما چه استفاده‌ای در آثار مجسمه‌سازی و حجاری میتونیم انجام بدیم؟ بعد بریم سراغ خودمون، در واقع آثار مجسمه‌سازی و حجاری خودمون. پیش از هر چیز در نقش رستم فارس شما نقش‌های دیواری رو می‌بینید که در اونجا پادشاه ایستاده، بالای سرش علامت فراوهر هست، هم آدم بالدار که نماد بس اهورامزدا است، رو به مشرق ایستاده، در برابرش آتشدان هست. اینا همه عقاید دینی هخامنشی‌ها رو نشون میده که زرتشتی بودن. همینطور اقوامی که دارن تخت پادشاه رو به اصطلاح حمل میکنن از چارگوشه امپراتوری هخامنشی هن، پس وسعت قلمرو هخامنشی ها رو نشون میده. دیگه یکی از نقوش معروف در پلکان کاخ آپاداناس در تخت جمشید که شما میتونید مللی رو که تابع امپراتوری هخامنشی بودن، نحوه باریابی اینها به حضور پادشاه، نوع لباس، آرایش و به اصطلاح محصولات اقتصادیشون رو ببینید. در دیواره های خود تخت جمشید باز نقش کشتن دیو خوشسالی رو میبینید توسط پادشاه که این نشون دهنده دغدغه ایرانیان نسبت مسئله کم آبی است که همیشه هم وجود داشته. در اون دعای مشهور داریوش هم هست دیگه، هم این هست هم از دروغ و نگرانی که نسبت به دروغ داره.
بله اشاره به آرتور پاپ کرده که یکی از بزرگانی بود که بسیار کمک کرد و خدمت کرد در واقع به وضعیت مثلا ایران و باستان شناسیش. دیگه خدمت شما عرض بکنم که بحث بعدی نمایش هست. نمایش های اولی هم دوباره طبق معمول شکل آیینی دارن. در واقع نمایش اولیه تقلید توتم قبیله بود. قبایل انسانی در گذشته در ابتدای تاریخ تصور می‌کردند که از نسل یک حیوان یا گیاه قدرتمند هستن و اون رو در واقع نیا یا جدشون هست. ما به این نیا یا جد حیوانی یا گیاهی میگیم توتم. اینا حالا اگه شکاری می‌خواستن بکنن، جنگی چیزی می‌خواستن بکنن، در واقع مراسم می‌گرفتن و ادای اون توتم رو در می‌آوردن که قدرت او رو بگیرن و بتونن در جنگ یا شکار از اون استفاده بکنن. یک حالت بسیار آیینی برای اینها داشته. بعد طرحی که انسان کشاورز میشه، این نمایشه آیینی هم میاد روی بحث بسیار کشاورزی، مثل مراسم شکرگزاری برداشت محصول یا طلب باران که در اون دوران وجود داشته که مراسم بسیار جادویی بوده اون زمان. نمایش البته به همین شکلش میره در یونان و در یونان تبدیل میشه به هنر تئاتر. واژه تئاتر که از تئاترون گرفته شده و در یونان ابداع شده، در واقع از اینجا اومده که یه جزء تئا در واقع که از تئاتر میگیم این گونه بود که مثلا در نمایش آیینی فرض کنید اگر اینجا یک پای تپه بود و اینجا یک تپه، روی این تپه میشستن و پای تپه هم که نمایش آیینی انجام میشد، این قسمتی که اینا میشستن روی تپه رو بهش میگفتن اصطلاحاً تئا، محل نشستن و مشاهده کردن، و کلمه تئاتر از اینجا ساخته شد توسط یونانی ها. که اینجا بله این توضیح رو در واقع داده. میدونید آمفی‌تئاترهای اولی هم خب اکثرا همین فرمو تقریبا دارن. در ایران چه نمایش‌های آیینی وجود داشته؟ خب باز برمیگرده به همون اعتقادی که به نیروهای جادویی داشتن. مثلا شکرگزاری برداشت محصول رو ما داریم در دوران‌های ما قبل تاریخ ایران. بعد میایم یه ذره جلوتر، مراسم سالروز قتل گئومات مغ هست و سوگ سیاوش و سوبشون. سالروز قتل گئومات در واقع گئومات کسی است مغ مادی هست که خودش رو جای پسر کوروش جا زده بود به اسم بردیا، و بعد میبینید که میدونید که توسط داریوش کشته میشه. بهش میگفتن بردیا دروغین دیگه، در واقع چون پسر کوروش قبلا کشته شده بود توسط برادر خودش. و بعد سوگ سیاوش هست یا سوبشون که در ایران هم تا همین اواخر هم بوده که عزاداری سیاوش هست. خب قبلا داستانش رو میدونید که به خاطر توطئه‌ای که علیهش میشه در دربار پدرش کیکاووس فرار میکنه به دربار افراسیاب و اونجا پناهنده میشه و در نهایت هم کشته میشه اونجا. مسئله بعد در سالروز قتلش در واقع اینو عزاداری میکرد. مسئله بعدی که در واقع هست مسئله تزیه شبیه‌خوانی است که این یکی از مهمترین نمایش‌های آیینی ایران هست. نمایشی که تحت تأثیر واقعه کربلا است از دوران صفویه در ایران باب شد وقتی که آیین تشیع رسمی شد و قضیهش در واقع این هستش که داستانه کربلا رو بازگو میکنه. میشه گفتش که هم شاخص‌ترین نمایش آیینی ایران هست، هم در بین نمایش‌های مثل جهان اسلام تنها نمایش بومی مذهبیه، یعنی هم مذهبی هم بومی، چون نمایش بومی مذهبی دیگری ما نداریم. برای تزیه شبیه‌خوانی بسیار مهم هستش. یه سبک دیگه از نمایش‌های ایران که خیلی مشهور است همون نقالی است که به صورت مونولوگ اینها مطالب رو بیان می‌کردن، در واقع تک‌گویی می‌کردن، یا نقال‌ها بعضن پرده‌خوانی هم می‌کردن، یعنی یه پرده نقاشی آویزون می‌کردن و بعد بر اساس اون داستان رو تعریف می‌کردن که یه مقدار درک بصری هم اینجوری به شخص بدن. اینو بهش میگن پرده‌خوانی اصطلاحاً. در واقع میشه گفت نقال‌ها تنها آموزگاران تاریخ بودن قبل از تأسیس مدارس جدید. نمایشنامه خیلی فواید زیادی برای ما داره در زمینهای مختلف. اولا که یک دریچه است به حیات فرهنگی یک ملت. دوم این که میتونه در زمین ادبیات مذهبی و عامیانه به ما خیلی کمک بکنه، اصطلاحات و اینها رو میتونه برای ما توضیح بده، مثلا نوع تزیینات و جزئیات و اینها، و البته حتی میتونه انتقاد اجتماعی درش باشه، مثل نمایشنامه های اصل مشروطیت مثلا. نوع زبان، لهجه و بسیار اطلاعات زمان خلق خودش هم میتونه به ما بده. برای بسیار سبک مهمی است در هنر. دیگه از آثار هنری که میخوایم بررسی بکنیم فیلم هاست. فیلم خب میدونید اولین بار در سال 1395 اولین فیلم یه پلن خیلی کوتاهی از ورود قطار به ایستگاه بودش که توسط برادران لومیر در پاریس به نمایش در میاد. بعداً البته فیلم تکمیل میشه و امروز در واقع فیلم شاخه‌های مختلف خبری، مستند و داستانی رو داره. فیلم‌های خبری خودشون مستقیماً منبع تاریخی هستن و فیلم‌های در واقع مستند به مرور تبدیل میشن به منبع تاریخی. فیلم داستانی هم که بیشتر برای بررسی تاریخ هنر سینماست. نمونه گفته مثلا فرض کنید فیلم مستند پرواز هواپیمای جت در 1960 الان دیگه فیلم تاریخیه، فیلم مستند دیگه نیست، داکیومنتری به اصطلاح نیستش. ولی فیلم‌های خبری همونجوری که عرض کردم فیلم کاملی است و سند تاریخی است.
مثلا جریان قتل رئیس جمهور مصر در سال 1981، همون انور سادات در 1360 شمسی، یا زلزله سونامی 2004 که در 82 شمسی در واقع اتفاق افتاد. و همونجوری که عرض کردم فیلم‌های داستانی هم میتونن تاریخ هنر سینما رو به ما نشون بدن. علاوه بر این سینما یه کارکرد دیگر هم داره. رویدادهای مهم رو که ثبت میکنه هیچی، صحنه‌های از زندگی مردم عادی رو هم نشون میده. این هم یک سند خیلی خوبی است برای وضعیت تاریخی اون دوره که فیلم در واقع ازش تهیه شده. و نهایتاً عکس‌های تاریخی که درک بصری به ما میدن راجع به وقایع مهم، میبینید در واقع یک نوع تفسیر خیلی کاملی از وقایع تاریخی اینها هستن. در بخش بیشتر بدانیم بحث موسیقی رو داریم. موسیقی اولیه معمولاً حاصل کار دست جمعی بوده. وقتی که هماهنگ کار میکردن صداهایی رو یا رفتار موزون رو در واقع انجام میدن، این صداهایی که تولید میکردن موسیقی های اولیه است. خیلی از آلات موسیقی تحت تاثیر آلات جنگی ساخته شده، مثلا سازهای زهی و اینها، مثل کمان و این صحبت ها در واقع. بعدن موسیقی البته در دوره ساسانی در ایران بسیار رشد میکنه. باربد و نکیسه خب مشهور هستن، همه شنیدن اسمشون رو. و بعد در بین عرب ها هم تحول ایجاد میکنه به صدر موسیقی عرب ها، و در دوران بنی عباس به ویژه در دوران هارون الرشید بسیار موسیقی به اوج خودش میرسه و شکوفا میشه در سرزمین های عربی. کتابی هم در زمینه بسا موسیقی ایرانی هست، اولین کتاب تقریبا میشه گفتش که از قرن دو هجری، یکی از مهمترین کتاب ها، کتاب ابوالفرج اصفهانی است به اسم الاغانی، نغمه ها ترانه ها، که حالا در واقع ترانه مشهور و آوازها رو گفته و موسیقیدان‌های بزرگ اون دوران رو هم اسمشون رو آورده. خب خیلی جالبه، موسیقی در واقع میتونسته آرزوها، مسائل، مشکلات، تغییراتی که در اون دوران وجود داشته رو برای مردم کوچه بازار به ما بده. در این حال اگر جایی بوده که اینا نمیتونستن در واقع ابراز نظر بکنن به صورت رسمی، از طریق موسیقی و شعر و ترانه این کار رو انجام میدادن. به خصوص برای ایران این خیلی در اون دوران زیاد دیده میشه. خب این بحث در واقع آثار هنری و رابطهش با تاریخ. البته ما یه دریچه کوچیکی به این انداختیم، خیلی بسیط‌تر از این هست، ولی حالا در همین حد کتاب در واقع مطالب رو با هم مرور کردیم و حتما شما که چند بار حتما این رو نگاه می‌کنید، بعد هم که رو بحث تست‌ها و سال تشریحش هم ان شاء الله مسلط کار می‌کنید، که آرزو موفقیت همیشه براتون دارم.